به زودترین فرصت ایران را ترک کنید. آقا جان چه صدای منو داری؟ بله. آقا جان چه صدای منو داری بزرگ یوا؟ بله بله. صداتون ضعیف بود. صدای شما را دارم. خوبی؟ آره من صدای شما را ضعیف دارم آقا جان. خب مرسی. من یکی از افغانی‌هایی هستم که توی اروپا درس نظامی خواندم. امریکا میخواهد به زودی با اتحادیه اروپا یک جامعه ناتو به ایران حمله کند و خواهش دارم از دوستای ایرانی که ایران را ترک کنند. خب بله. آمریکا و اروپا خواهیم میکنه به ایران حمله بکنه؟ بله چرا نه، ایران فکره بابا چی داره؟ ببین اینجوری میکنی، اینجوری بیان اینجوری برشو میگرد. نه بابا ایران هم یالا مردمش متعرض هست، مثل کردا، بلوچا، عربا اصلا نمیخواد دولت ایران ها. میخواد که دولت جدا داشته باشن. نه گو خورده اکی این حرف زده. نه این واقعیت هست. شما باید پایین تبلیغات نکن. نه حقیقت هست دوست عزیز، تبلیغات هم نیست. امریکا نعلای سید علی خامنه ای رو جفت میکنه. هر روز نامه فدایت شوم برای سید علی خامنه ای میفرسته. امریکا چه سگیه، اگه میتونستن 44 سال پیش میکردن تا الان. کاکا جان زور سپاس. جان خانم جان زور سپاس. خانم جان یه چای گورایی به اومو گورا بارا نمبا کمان زور سپاس. نرمت شیره خوش باش. سلام سید جون. خوبی؟ اشمایی چه اشمایی؟ ردیفی؟ منی پهلا بام نوکرت هم نوشه جونت عزیز دلم ازداد کاش که اینجا بودیم در خدمت بودیم دوستان به جای ما. بچه محل خوبم تاجدار مهربون با غیرت موچرتنی هم شهری ما اومد بالون خواستم بیم جوابش بدم. خیلی چون گوشد تو مگه اینجا افغانستان و ایران مگه افغانستان و عراق و چیزه که حمله بکنه؟ بابا بازم امریکا ببین امریکا قنبل کرده روی افغانستان. بازم 20 سال اومد اشغال کرد آخرم قنبل کرد و زد بیرون. باشه با 20 سال اشغال کرد دیگه، اونم به خاطری که نیروی جنگی نره، به خاطر اون 20 سال اشغال کرد. نه روسیه رو هم انداخت افغانستان بیرون، ولی با 20 سال ولی 10 سال یکی 5 سال اشغال کرد دیگه، ولی ایران اشغال نشده تو این 45 سال. سرباز آمریکایی باید بیاد قابلمه و یغلبی های چیز رو بشوره، سرباز ایرانی رو بشوره، چه برسه به نیروهای ویژم رو. ببینی یارو چی نوشته سید؟ نوشته الان فرق داره، شاهزاده دستور جنگ میده.
نوشته الان فرق داره، شاهزاده دستور جنگ میده. چون بگو همین شاهزاده رو با غزل بیا. چون لالا تو توبت بلد نیداش همون پایین بمون جمشید، برو برو در کل آمریکا رو لیست بزن، شاید دیگه کاری بکنه واسه آمریکا. آره اینا خایمال چیزن دیگه، غرب پرستان خیلی ها. یاره به خاطر پاسپورت ندی اقامت هم دینش و کشورش و همه چی رو میذاره زیر پا، دیگه از اینا چه توقع داری؟ فرهنگشو ناداش چه صحبتی وقتی که سیاست بلد نیستی؟ حرف نزن، برو یه جای دیگه کم این خودت باشه، هم حرف هم دیگه رو بفهمید، نه که با یه دونه آمریکا سابقه نداشته یکی بیاد بهش پسی بزنه. آقا دوتا فوش درست حسابی چش تو چش بهش بده. خب ایران سربازاشونو چی؟ زانو زده تو دریا، دستگیرشون کرد، زانو زدن جلو سربازای ایرانی، سربازای آمریکایی. خب پایگاهاشون رو با موشک زد. ببینم کی خواهی داشته این کار رو بکنه. بابا من میگم ایران اینقدر قویه میده به اونایی که باش رفیقه، یمن و اینا میزنه، اصلا احتیاجی به خودش نیست بزنه. چقدر اینا سادن، هنوز نتونستن پس غزه بر بیان، کشوری که اول قدرت خیلی سرش حمله داشتن. نه ایدی نجا 44 ساله دارن این اواخر تو این اختشاشات یه ذره بول گرفتن، گفتن آره لابد فلان میکنیم، بازی رو میندازیم تو داخل ایران و جنگ و وارد زمین ایران میکنیم و با قول ما کرده هر کار آخوه بود، یعنی یکی برای خودش، کردا، عربا، تجزیه طلبا. ایران یه بازی رو یه حرکت کرد. ببین الان 4 ماه اسرائیل زایده زیر شاگرد تنبلای جمهوری اسلامی ایران، حماس جاد شاگرد تنبلای جمهوری اسلامی ایران، 14 سال محاصره بودن، اسلحه به زور داشتن جمع میکردن، ایران بهشون کمک میکرد. 4 ماه زایده هنوز به یه دونه هدفش نرسیده. بعد شما میخواید با ایران در بیفتیم؟ این طرفداراش ببین چقدر بیخایه و ترسو هن. یه طرفدارشو نهیدم پیج اصل بزنه. ببین طرفدار تو مجازی هم میترسن، حساب کن تو واقعی چه فراری میکنه. قایه مجازی بودنم به مولا، میدونی رضا بعضی هم میگن مجازی، من میگم به مولا. قایه میخواد کسی تو مجازی این روزا رخ نشون بده. به مرتضی علی این حقیقت رو میگم، میدونی چرا جانم؟ چرا؟ چون برای خودش هزاران نفر، نه بگیم صدها نفر، دشمن نامعلوم درست میکنه، دشمنی که اپوش بهش خنجر بزنه. میفهم چی میگم؟ چون نمیشناسیش دیگه، مثل انگار مثلا تو با یه مرد نامرئی، با یه دشمن نامرئی طرفی، اون تو رو میشناسه ولی تو اونو نمیشناسی، هر لحظه ممکنه اپوش به خنجر بزنه، نمیدونم هزار تا بلا سرت بیاره، نمیشناسیش. تو اداره بری برات کارتو درست نکنه، نمیدونم تو خیابون بری برات دردسر درست بکنه، تو همه جا اونی که میاد تو فضای مجازی از اعتقادش، دینش، مذهبش دفاع میکنه و رخ نشون میده، به مولا خواهیده داره، خواهیه میخواد. بابا بچه هایی که طرف انقلاب یونان همه به مولا تصویر میدن، پیج اصلی خواهیه دارن، اینا فقط بی خواهیم براندازا. همین لایو هایی مینویسم بگیریمت فلانت میکنیم، من که نمیشناسمشون، درسته؟ رخ نشون نمیدن، تو خیابونم دارم راه میرم، من اگه ترسو بودم هیچ موقع این کارو نمیگردم، با یه دشمن نامرئی طرف نمیشه. من خواهشو دارم، میتونم، شهامتشو دارم، تیکه تیکه من بکنن از عقایدم عقب نشینی نمی کنم. سیر مادر علالت.
یه چیز اندازه پیکنینگ لای پاد داری سید، و چه منطقه 20 دیگه شاه عبدالعظیم پرچم بالاست خدایی. سربازه آقا عبدالله پشت و پناهه. همچنین داداش گل من، دورت بگردم. دیگه چه خبر؟ خوبی داداش؟ سید جون دورت بگردم. خدا رو شکر سرما خوردیم، دو سه تا از این براندازا رو هل بدیم از پشت حالمون خوب بشه. اشتران اینا رو باید هول بدی، فقط یه سیخ بزنی. یه دونه چیز دو سه تا شاب دلزیم شاغلم، یه دونه ناصر شازده است میدم به اون بچه خور خارگوسو نفری، یه بار میدم به ناصر شازده است را برای میشینه برای شو هل داد. دایی من دونت بگردم. برو نوکرت هم سید، خیلی خوشحال شدم عشق منی. تنت سالم، لبت خندون، جیبت پر باشه. قربون معرفته. تاج سری. خداحافظ. دل منی دونت بگردم. دوستای خوب من یه ذره مجبورم چون صدای شما نمیشنم. باید صدام بالا ببرم. یه ذره مزاحم عزیزانم شدیم اینجا. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون و خوبیاتون باشین. زنده با ولایت فضلی، زنده با جمهوری اسلامی ایران، زنده با مقام معظم رهبری سیدعلی خامنه ای. عشق منم یعنی